خب این روش دوم برای دوخت کوسن گرد رو الان میخوام بگم خدمتتون. خیلی فرقی نمیکنه که کدوم روش بهتر، سختتر یا آسونتر هست. روش دوم رو میشه با دست هم دوخت، یعنی نیازی نیست برای دوخت این کوسن حتما چرخ خیاطی استفاده کنید. پس به نسبت مواد و ابزاری که در دسترس دارید میتونید انتخاب کنید که به کدوم روش این کوسن گرد رو بدوزید. ابعاد پارچه من 45 سانت در 125 سانت است، یعنی یک مستطیل با ابعاد 45 در 125 سانت است. این پارچه من الان از وسط دو تکش هست و دوخت داره، از قسمت وسط به هم دوخته شده. شما برای دوخت این مدل کوسن میتونید تکه های باریکتر رو هم به هم بدوزید یا حتی هر تکه رو یک رنگ در نظر بگیرید. بیاید 125 سانتتون رو مثلا تقسیم بر 4 کنید، هر تکه از اون 4 قسمت رو یک رنگ بدوزید. مسئله اصلی این هست که در نهایت ما یک مستطیل به ابعاد 45 در 125 داشته باشیم. من میخوام اینجا این کوسن رو بدون استفاده از چرخ درست کنم. پس این رو روی هم میذارم و میدوزم این قسمت رو. بعد از اینکه دو لبه پارچه رو به هم دوختیم و پارچه‌مون به این شکل در اومد، پارچه‌مون الان به این شکل در اومده، میایم یک سر این پارچه رو با نخی که چالا کردیم و محکم هست کوکای درشت میزنیم. میخوایم دو سر این نخ رو در آخر بکشیم و گره بزنیم به هم. شروع میکنیم به کوک زدن درشت. تقریبا یک سانت پایین تر از لبه پارچه‌مون این کوکامون رو شروع میکنیم. وقتی دور تا دور کوک زدیم و نخمون رسید به جایی که ما کوکمون رو شروع کرده بودیم، حالا این نخ رو میکشیم تا این قسمت رو به حالت چین خورده به این شکل در بیاریم و دو سر نخمون رو به هم گره بزنیم. حالا ما یک طرف پوستنمون رو درست کردیم. این چین ها رو مرتب میکنیم و الیافی که میخواییم رو داخلش قرار میدیم. چون من برای این کوسن میخوام از دکمه که با دست درست میکنم هم استفاده کنم، اول دکمه رو درست میکنم، مقدار الیافی که میخوام رو داخلش میذارم، چون بعد از جمع کردن این الیاف دیگه ای ندارم که بخوام دکمه رو باش درست کنم. پس من الان اول دکمه هام رو درست میکنم. برای درست کردن دکمه پارچه ای هم دو تا دایره برش میزنیم. دایره های من قطرش 12 سانت است. برای درست کردن دکمه پارچه ای شروع میکنم، دور دایرم رو کوک میزنم. یه مقدار میکشم که تنگتر و جمعتر شه این دریچه و حالا با الیاف داخلش رو پر میکنم. دکمه پارچه‌ای ما درست شد. برای این کوسن ما دو تا از این دکمه نیاز داریم. کاری که با سمت دیگه کوسن کردیم رو دوباره تکرار می‌کنیم. دور تا دور رو کوک می‌زنیم و دو سر نخ رو می‌کشیم و گره می‌زنیم. خب حالا باید دکمه ها رو بدوزیم به دو سمت کوسن و به این شکل اون رو به داخل فشار بدیم. کاری که الان میخوایم بکنیم نیاز به یک نخ خیلی محکم و بهتره که با یک سوزن بلند انجام بشه. من سوزن بلندم رو پیدا نکردم، پس الان با همین سوزن معمولی انجام میدم، ولی با سوزن بلند خیلی کار راحت تر انجام میشه. سوزنم رو از این مرکز دایره داخل میبرم و از این طرف بیرون میکشم.
چون نخمون زخیم هست یا چند لایه شده، این سوزن یه مقدار سخت از داخل پارچه بیرون میاد. به خاطر همین با سوزن بلند خیلی این کار راحت تر انجام میشه. حالا از یک سمت که سوزن رو داخل بردم، از این سمت بیرون آوردم، دوباره این کار رو تکرار میکنم. این بار از این سمت داخل میبرم و سمت دیگه بیرون میارم. حالا این دو سر نخم رو در حالت کشش و فشار به هم گره میزنم. خب کستن ما آماده شد. این دکمه ها رو میتونم هم با چسب حرارتی هم با دوختن وصل کنم به کستن. خب این تفاوت دو تا کستنی هست که دوختیم. هر دو روش رو دیدید و اینکه کدوم رو بپسندید و بخواید انجام بدید کاملا به سلیقه شما بستگی داره. امیدوارم آموزش کاربردی و مفیدی براتون باشه. اون رو بدوزید و از دوخت کوسن‌های با دست خودتون لذت ببرید. اون خطی که با دست دوختیم روی این کوسن کاملا لای چین و چروک این کوسن پنهان شده و اصلا مشخص نیست که ما اینجا درزی رو با دست دوختیم. پس با خیال راحت میتونید این مدل رو با دوخت دستی انجام بدید. خیلی خوشحال میشم برای حمایت از من کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بفشارید تا هر موقع ویدیو جدیدی از من منتشر شد تشریف بیارید و تماشا کنید. حالا مطلبی داشتید از طریق کامنت ها شنونده و پاسخ دهنده شما خواهم بود. پیروز و شاد باشید. خدا نگهدار.